سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دل حسین است، قبره فی قلوب من والا، و 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 قبره فی قلوب من والا، بهش در زانی خوبان عالم، بهش در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. در زندگی دار و ندار من حسین است، در زندگی دار و ندار من حسین است، تنها دلیل اعتبار من حسین است. هر کس بنازد بر کسی در این زمانه، هر کس بنازد بر کسی در این زمانه، ای اهل عالم افتخار من حسین است. لبیک میگویم به او از عمق سینه، لبیک میگویم به او از عمق سینه، تا زنده ام ذکر و شعار من حسین است. من تا ابد هستم غلام حلقه گوشش، سلطان صاحب اقتدار من حسین است. با عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه سلطان کربلا از سرزمین مقدس کربلا. بحث در این برنامه پیرامون عظمت، شخصیت، زندگانی، مقامات و فضائل سلطان هستی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است. خب در این روزا بحثمون امام حسین سلام الله علیه از منظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. فرازهایی رو از زیارت ناحیه مقدسه که خطاب حضرت سید الشهدا و زیارتی است که منسوب از محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، فقراتی رو از اون خدمتتون بیان می‌کردیم. رسیدیم به این فقره که امام سلام الله علیه حجت خدا خطاب میکنن به جد غریبشون حضرت ابا عبدالله الحسین و سلام میدن، السلام علی ساکن کربلا. این چه افتخاری است و چه عظمتی است که امام به حجت خدا بیان چه شرافتی است برای اون عزیز، سلام بر کسی که ساکن کربلا است، سلام بر کسی که مدفون در این زمین مقدس است. و این بیان شرافت و جایگاه عظیم این سرزمین مقدس
که اشاره کردیم باز برای که بیشتر جایگاه این سلام برای ما واضح‌تر بشه، یک اشاره‌ای به صورت کوتاه به عظمت سرزمین کربلا که برخی از اونها رو اشاره کردیم، احادیث رو داریم و بسیار اینها به صورت خلاصه است که وقت استبعاد نکنیم. خلاصه مضامین برخی از احادیث و روایات رو این جای توضیح یک مطلب بد نیست داده بشه، چون در این عصر و زمان که رسانه‌های بسیاری هست و یه بخش بسیاری از اینها هم کارشون سخن در حوزه دین بدون اطلاع از علوم دینی، دیگه الان در این عصر و زمان این آزادی هایی که هست دیگه میدان برای خیلی ها در هر زمینه ای برپا شده و اگر تقوای الهی نباشه، خوف از خدا نباشه یا عقل خدای نکرده نقصان پیدا بکنه، انسان دیگه به خودش اجازه میده هر حرفی رو بزنه، هر کاری رو انجام بده، دین خدا رو به بازی بگیره، ولی اعوذ بالله خیلی راحت در مهمترین مسائل دینی اظهار نظر کنه، زیر سوال ببره، هزینه ای که نداره، که فضا هست، محدودیتی هم نیست در کار. اما خب دوستان و پیروان اهل بیت، مسلمان های عالم باید دقت داشته باشن که مسلمانی یعنی مطابقت از خدا و پیامبر و کتاب خدا و اوامر الهی و ایمان، اعتقاد به خدا و رسول و اولیای الهی ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین، و در اخذ معارف دین باید از اونها اخذ بکنن. اینی که اگه بنده بشینم پای یک شبکه و ببینم یک آقایی با یک جمال و سیمای مطلوبی نشسته است داره راجع به مسائل دین نظر میده و اعلامم بشه که ایشون صاحب فلان مدرک هست، اینها دلیل نمیشه که من تمام معارف دینم رو بخوام از این شخص بگیرم. لذا در امر اصول دین حواسمون باشه این پایه‌های اصلی اعتقادی ما باید بر اساس برهان و دلیل باشه، نه تقلید. اون بندگان خدایی رو که انسان میبینه در کم و زیاد روزگار، در سختی های روزگار، مشکلاتی که عرض میشه که میبینن، یه وقتی حالا بعض برخی از افرادی که ظاهر دینی دارن، به ظاهر متدین هستن مثلا، کم و زیادی از اینها میبینن و از دین به کل فاصله میگیرن و خداحافظی میکنن، این بندگان خدا از ابتدا اینها پایه های دینیشون متزلزل بوده، اصلا پایه‌ای در کار نبوده. در حد حالا همون که حالا آدم یه مسلمانی باشد و پیرو به دینی و اینها، و الا اگر کسی دیندار باشه میدونه که فعل بده دیندارانی که به خطا رفتن هیچ ربطی به دین نداره، دین اجازه نداده اینها رو. لذا دقت داشته باشیم، عرض اینه که این گونه نشه که طرف خودش رو پیرو اهل بیت میدانه، خودش رو مسلمان میدانه، خودش رو ملزم به اطاعت بیچون و چرا از محضر معصومین صلوات الله علیهم اجمعین میدانه، اما در مسائل دینیش خیلی راحت از هر کسی که بنده خدا چیه کسب معرفت میکنه. غلطه. دین ما خودش سخنگو داره، دین ما خودش عرض میشه که اون چیزی که لازم است بیان فرموده، فرموله ها رو در همه عرصه هایی که مورد نیاز بشره بیان فرموده، برای قرب الالله، برای نزدیک شدن به خدای متعال جلت عظمتو. لذا نکته این است که نشه که آقا چطور میشه زمین کربلا هم خب مثلا مانند زمین دیگه، این همه به او قداست میبخشن، اینقدر فلان، نه، اینجا این قداست رو خدا بخشیده، قداست رو دین بخشیده، و الا اگر شخص از خودش بیاد در یک امر دینی بخواد یک چیزی رو اختراع بکنه، بدعت میشه و اون مذموم از نگاه دین. پس نسبت مسلمات دینی دیگه این جای عرض میشه این که طبق مد یا طبق نمیدونم نظرات
گوناگون هر روز بخواد انسان مسائل دینی رو ولی اعوذ بالله بازیش قرار بده، این که دیگه اسمش دین نیست و دینداری نیست. لذا دقت داشته باشیم، اگرم احساس شبهه میکنه باید برگرده پایه های اعتقادیشو درست بکنه، ببینه اعتقاد او به خلیفت الله و امام معصوم در چه حدیه. اون پایه های اصلی که درست شد، بعد انسان از اونجا اخذ معارف میکنه و خیالش هم راحته که داره راه رو از مسیر اصلی میره و دیگه وساوس شیاطین هم در او اثری نمیکنه. لذا دقت داشته باشیم که در امور دین باید دستور دینی باشه، در اوامر دینی، در قرب الله تبارک و تعالی، در این که من مقرب درگاه خدا بشم، در این که من میخوام یک عمل عبادی رو انجام بدم، من میخوام الان به زیارت سید الشهدا برم در زمین کربلا، من میخوام به باور خودم عرض میشه که این رو در باور خودم تقویت کنم که این سرزمین مقدس، لذا وقتی که در این حریم میام با احترام نگاه کنم، قدمهایی که برمیدارم حرمت این مکان رو رعایت بکنم. اینها بر اساس معرفت دینیه که انسان به این درجات میرسه و اینها چون دینیه باید از منبع اصلی دینی اخذ بشه. این نیست که مسئله عرض میشه از هر کسی انسان، از هر سخنگویی که در حوزه دین داره سخن میگه بخواد این مطالب رو اخذ کنه. خیلی باید منبع باشه و او اگر طبق منابع و دلیل صحبت میکنه و ادله قطعیه خب پذیرفته میشه و الا اصلا اعتباری نداره. و باز یک نکته دیگه که حالا چون بحث رفت و این موضوعات و اینها هم خیلی مهمه، بحث قرائت هایی که از دین میشه، چه قرائت های درون دینی، درون مذهبی، اینا باید دقت داشته باشیم. یک حدیث ما نظرمون باشه، اونم حدیث ثقلین، که اون قرائتی مورد قبوله که منبعش ثقلین باشه. لذا این یک کمک بسیار بزرگی است به ما. پس بنابر این ببینید اون چیزی که از فضائل و عظمت این سرزمین گفته میشه که بحث ماست و در توضیح بیشتر فرمایش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که میفرماین السلام علی ساکن کربلا، این سلام بی جهت گفته نشده، بیان یک شرافت عظیمی است، آقایی که در یک مکان بسیار مقدس و عظیمی ساکن شده اند، مدفون شده اند. این ها برای ما نکات مهمی رو میخواد گوشزد بکنه. وقتی که ما مراجعه به احادیث و روایات میکنیم، بله خدای متعال جلت عظمته این سرزمین رو یک قداست خاصی بخشیده. کی؟ خدای متعال جلت عظمته. دلیل احادیث و روایات و نصوص فوق تواتر. تمام شد دیگه. حالا هر کسی اگر بیا زیر سوال ببره، خدای نکرده شبهه القا کنه، کسی اعتباری نداره. وقتی که نصوص قطعیه در یک معرفت دینی، در یک امر دینی وارد میشه، دیگه بحث تمامه. خب اما فضائل و مقاماتی که راجع به این زمین ذکر شده در احادیث و روایات بسیار، خلاصه از اونها رو که مضمون احادیث هست و به صورت خلاصه و تیتروار عرض میشه که تهیه شده، اونها رو بزرگان زحمت کشیدن و اینها رو آماده کردن، خدمتون تقدیم میکنیم. اما اگه اجازه بفرمایید یک میان برنامه ای رو ببینیم و برگردیم، در خدمتون هستم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد در خدمت شما هستیم با برنامه سلطان کربلا. امام حسین از منظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، فرازهای از زیارت ناحیه مقدسه رو اشاره داشتیم، به اون فقره رسیدیم. السلام علی ساکن کربلا. امام زمان سلام میدن به محضر جد بزرگوارشون، سلام بر کسی که ساکن کربلاست. گویی این کربلا اشرف زمین، اشرف مکانهایی است که در این کره زمین قرار داره. بله چنینه، بر اساس احادیث و روایات. مضمون و خلاصه برخی از اونها رو اشاره میکنیم. زمین کربلا اشرف از زمین کعبه است. باز عرض شد، اشاره کردیم که این به این معنا نیست که حالا چون زمین کربلا اشرف از کعبه است پس دیگه حج ساقط بشه از انسان. ابدا این حرفها و این صحبتها قطعا از نصوص بر نمیاد و کسی هم قائل به اون نیست. هیچ فقیهی هم قائل نشده که انسان بره کربلا حج از او ساقط میشه. این حرفها حالا برخی حالا از روی جهالت، از روی خدای نکرده تعصب، یا از روی خدای نکرده تهمت زدن، و علاقه اغراض چه اغراضی است که خدای متعال حفظ کند مسلمان ها رو از فتنه ها و مشاکلی که در خصوصا آخر الزمان بیشتر خواهد شد، دقت داشته باشه انسان. این سرزمین مقدس یک محلی است که خدای متعال او رو اشرف قرار داده، زمین بسیار مقدس و پربرکتی، ضمن این که خانه خدا هم مقام و منزلت خودش رو داره. و ابدا اگه کسی چند میلیون بیاد کربلا زیارت اما اگر مستطیع بشه حج از او ساقط نمیشه، ربطی نداره. این از جهت این است که ما بدانیم این سرزمینی که حجت خدا و خلیفت الله در اون مدفونه، از حیث مقامات و از حیث منزلت در نزد خدای متعال جایگاهش بالاتره. ضمن این که خانه خدا در جای خودش، فضائلی که داره، منزلتی که داره، مقاماتی که هست، و چه بسیار ثوابهای عظیمی ذکر میشه. نمازی که انسان در اون مکان مقدس به جا میاره، عبادتی که اونجا انجام میده که یکی از عبادتها اشاره شد حدیثش رو، که اگر کسی عرض میشه که از جمعه تا جمعه ختم قرآنی بکنه، خدای متعال ثواب از اولین روز جمعه‌ای که در دنیا هست تا آخرین جمعه‌ای که در دنیا هست در نامه عملش ثبت میکنه. در حدیث دیگه ای که اگر کسی در خانه خدا، من ختم القرآن به مکه لم یمت حتی یرا رسول الله صلی الله علیه و آله و یرا منزله فی الجنه، تهذیب الاحکام از کتب اربعه ماست، که کسی که ختم قرآن در مکه بکنه از دنیا نمیره مگر پیامبر رو زیارت میکنه و جایگاهش رو در بهشت میبینه. و چه بسیار از این احادیث و روایات. با امیدواریم انشاءالله خدا به حق محمد و آل محمد توفیق بده به مسلمان ها که متابعت از پیامبرشون از هر خط فکری و هر فرقه و هر مذهبی که هستن، این مسئله خلق عظیم پیامبر رو هیچ یک از اونها فراموش نکنن و انشاءالله این مسئله رو که خدای متعال از پیامبرش تعبیر به خلق عظیم یاد میکنه در قرآن کریم، انک لعلی خلق عظیم، دیگه هر مسلمانی که اینها رو قبول داره از این امر مسلم و قطعی که اون اخلاق هست، اون رأفت هست، نسبت به یک دیگر مانعی نداره. دو تا انسان در کنار هم، افکار متضاد، در مباحث علمی هم عرض شد که این مسائل بسیار، باز اشاره بکنیم چون مبتلا به هست اینها در دنیای اسلام متاسفانه، و برخی برنامه شون این است که به هم بریزن، ایجاد فتنه کنن، اختلاف کنن، خدای نکرده. اما مسلمان اگر حواسشون باشه این مشاکل تا حد زیادیش جلوش گرفته میشه. این است که مانعی نداره در مباحث علمی، در حوزه های علمی که انسان بیاد ببینه. مانند بنده خدای آمده بود وقتی که در اون جلسه نگاه کرد، این آقایون به گونه‌ای دارن با هم بحث داغ شده، شور شده است و بالا گرفته، اون ترسیده بود، خوف کرده بود که الان اینها یه وقت
دست به یخه هم میشن، دعوا میشه، کتک کاری، ولی گفتم نه بابا، این مباحث علمی است، مانعی نداره در میدان بحث و مناظره و مباحث علمی صدا هم بلند شد، البته با تقوا، با رعایت حدود الهی، مانعی نیست و حتی در تضاد فکری باشه، بحث میشه در حوزه های علمی، انسان میبینه طرف که با اون شخص صحبت میکنه، آقا این بحثی که شما میفرمایید، این عرض میشه که این منتهی خدای نکرده مثلا به کفر میشه، این که مستلزم کفره، این که مستلزم شرکه، او ادله رو بیان میکنه، نه چنین نیست، مباحث علمی هست در جایگاه خودش و این دلیل نمیشه که این دوتا آقا حالا از اون میدان بحث و مناظره خارج شدن و اونجا در بیرون بخوان به تا دوتا دشمن خونی به هم نگاه کنن، نه، اون مراوده های انسانی عرض میشه که اون جهات انسانیت در جای خودش محفوظ و کسی حق نداره اون دیگری رو محروم بکنه از اون امور انسانی و انسانیت و مسائلی که عرض میشه که خلاصه دامنه وسیعی داره. خب برگردیم به بحث خودمون. عرض میشه که پس بنابر این طبق نصوص شرافت اینجا بالاتر از خانه کعبه به نصوص قطعی، اما اون جایگاه و فضیلت عظیم خانه خدا هم در جای خودش هست. 24,000 سال پیش از کعبه حسب روایت خدای متعال این زمین را آفریده. خب میدونیم که خلقت دنیا طبق مراتبی است و مراحلی انجام شده، برخی از اشیا زودتر خلق شدن. حسب روایت پیش از کعبه 24,000 سال زمین کربلا خلق شده. پیش از شهادت سید شهدا، این بیانگر حدیث بیانگر این است که این سرزمین یک قداست دیرینه ای داشته. طبق روایت 200 نبی و 200 وصی و 200 سبت که همه شهید شده اند در این سرزمین دفن شده اند. این زمین همیشه مبارک و پاکیزه بوده و خواهد بود، بلکه پاکترین بقعه روی زمین و حرمت اون از همه جا بیشتره طبق روایات و احادیث. حائر حسینی باقی از باغه های بهشته، بهترین زمین در بهشت و بهترین منزل و مسکنی خواهد بود که اولیای خدا در بهشت در آن ساکن میشن. اینم باز از احادیث و روایات. باز در روایات دیگه مضمونش همانطور که ستاره درخشان یعنی زهره در بین ستارگان برای اهل زمین می درخشد، زمین کربلا در بین باغهای بهش می درخشد، چون مراتب و درجات در بهش یک جور و یک اندازه نیست، اونجا هم فرق می کنه و چشمان همه اهل بهش رو خیره می کنه و آن زمین ندا می کند انا ارض الله المقدسه الطیبه المبارکه التي تضمنت سيد الشهداء و سيد شباب اهل الجنه. اینجا محلی است که متضمن آقا و سرور و سید جوانان بهشت. دفن کردن میت در آن سرزمین سبب می شود بدون حساب داخل بهشت گردد. دقت داشته باشیم اینها، یه وقت احادیث کسی استفاده نکنه، یک عمری خدای نکرده بریم به گناه و معاصی و بعد هم وصیت میکنیم ما رو در کربلا دفن کنن دیگه از همه حساب و کتاب ها. نه، یادمون باشه این آیه قرآن رو، انما حسر انما یتقبل الله من المتقین، و اون کسی که بخواد با تعمد و اصرار تو گناه و معاصی بره، او متقی محسوب نمیشه و عملی از او پذیرفته نمیشه. اما بله، با تقوای الهی، با اعتقاداتش درست باشه، حالا کم و زیادهایی هست در زگیری خدای نکرده انسان گرفتار میشه و توبه بکنه، انشاءالله این فیض عظیم رو میبره که اگر در اینجا دفن شد، عرض میشود که انشاءالله بی حساب وارد بهشت بشه و مؤمنان هم در دنیا محاسبه نفس میپردازن، خودشون حساب و کتاب کارشون رو دارن. هرگاه ملائکه به زمین نازل میشون، حسب روایات دیگه حورالعین از اونها خواهش میکنن تا تسبیح و تربت قبر امام حسین علیه السلام رو برای اونها هدیه ببرن. این هم در روایات داریم. مستحب حنوت میت رو با تربت آن سرور مخلوط کنن، چون او را در قبر میگذارن همراه او تربت دفن نماین و در مقابل صورتش بگذارن.
این هم آثار و برکاتی برای میت داره در قبر. و بدانیم پس از مرگ تازه شروع یک عالم و دنیای دیگری است. خیال نکنیم طرف مرد و تمام شد، نه. یک مثال ساده از مرگ همین خوابی است که انسان هر شب میخوابه و صبح بیدار میشه و گاهی اون شب در اون عالم رؤیا چیزهایی میبینه که صبح که بلند میشه هزار بار میگه خدا را شکر که بیدار شدم. میبینید روح متاثره، جسم اینجا خوابیده و کسی هم نگاه بکنه بنده خدا رو میگه به چه خواب نازیه، نمیدانه که این بنده خدا در یک مصیبت و گرفتاری داره عذاب روحی میبره تو اون خواب، کسی متوجه نمیشه. بعد که بیدار میشه خبر میده، همه میگن عجب، پس این چنین بوده، ترسیده از خواب. یا برعکسش مرگ هم همینه. انسان ها برخی خیال میکنن که این حالا افتاد و بی حرکت و نه تکاری نه هیچی و تموم شد دیگه، میگن حس شعوری نداره. نه، روح هست، وابستگی و الغم بسیار زیاده. لذا این توصیه هایی که در دین ما داریم عرض میشود که اینها تمام این مراحل، این صحنه ها، این حوادثی که در انتظار انسان هاست، اینها همه رو مد نظر داره. لذا برای اینکه در اون عصر، در اون عالم او راحت باشه و از فشارها، از فشارهای عذاب قبر، از سختیها، عذابهای عالم برزخ مسئول باشه، این توصیه ها رو گذاشتن. سجده کردن بر تربت مقدس سید الشهدا که حجابگاه، حجابهای هفتگانه رو پاره میکنه، کنایه از این که نماز انشاءالله مورد قبول خدای متعال جلد عظمته میشه و همچنین نور افشانی طبقات هفتم تا هفتم زمین رو سجده بر اون تربت. تسبیح عرض میشه اگر به دست انسان باشه، اگرچه ذکر نگه به او ثواب ذکر داده میشه. این هم از احادیث و روایات. خوردن خاک و گل حرامه، مانند خوردن مردار و خون و گوشت خوکه. باز در روایتی داره مگر تربت اون عزیز که عرض شد شرایطی داره، دعاهایی داره، اونم مقدار بسیار کم که داره در روایات شفای هر دردیست. اگر کسی با تسبیح تربت استغفار کنه 70 برابر به او پاداش داده میشه. همراه داشتن اون تربت از این حرم مطهر، از تربت آقاصد الشهدا، سبب امن از ترس، مستحب کام طفل روی مقدار بسیار کمی با اون خاک بردارن، در امان باشه. در کالای تجارتی در روایت داره موجب حفظ اون و برکت اون کالای تجارتی میشه. باید اینا رعایت احترامش بشه حتما، یک جوری نشه که دست و پا بیفته خدا نکرده وقت اثر معکوس میشه. و عرض شد اون دعاها و ثوابهای و شرایط هم انشاءالله رعایت بشه. کربلا بقعه مبارکی است که در قرآن یاد شده، همچنانی که امام صادق سلام الله علیه در تفسیر آیه 30 از سوره قصص نقل میکنن که حضرت چنین فرمودن، منظور از شات الواد الایمن که خدا در قرآن فرموده فراته و منظور از البقعه المبارکه کربلا میباشه. و آخرین نکته که البته بسیاره، این خلاصه ای که عرض شد خدمتون، جمیع ملائکه این خاک مقدس رو در آسمان بو کرده، از اون تبرک جسته و بر قاتلان اون حضرت پیروان اونها لعنت فرستادن. سپه کوفه همه آماده به تماشای پدر ایستاده، شهر روی نعش پسر افتاده، همه گفتن حسین جان داده. بیگمان جان پدر بر لب بود، آن که جان داد بدو زینب بود. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.